This is IRTV, the Iranian television program. با سلام به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. بله، امروز 11 ماه سپتامبر 10 سالگرد واقعی است که معادلات و روابط جهانی و انسانی را جابجا کرد و روال زندگی روزمره من و شما و اکثر مردم کشورهای جهان را تغییر داد. در این 10 سال وقایع عمده‌ای رو دادن و عکس العمل‌های بجا و نابجا صورت گرفتن. خشم و انتقام و تزویر جنگ فلاکتبار عراق را به بار آورد و که اون جان صدها هزار انسان را گرفت و پیامدهای اون همچنان گریبانگیر جنگ زدگان و جنگ آفرینانش می باشد. در این 10 سال همچنین عملیات انتحاری شدت و حدت بیشتری گرفتن. تعداد انفجارها بیشتر شدند و مردم دنیا از هر زمان بیشتر نسبت به دین و مذهب تعصب از خود نشان دادند و متاسفانه شکاف میان مردمان دو دنیا اول و سوم و تفاوت‌های جهان مرفه با دنیای محروم از گذشته نیز بیشتر شد و این در حالی است که هنوز پس از پشت سر گذاشتن 3 جنگ بزرگ جهانی و تجربه سالها خونریزی و قحطی هنوز در نیافته ایم که در کویر بی آب و علف خشونت و انتقام تنها گون خشونت است که می تواند به بار بنشیند و تنها چاره دردهای عدیده اعضای پیکر ما و جامعه بنی آدم کنونی که قرار بوده از یکدیگر باشیم و نه بر یکدیگر فقط مسالمت است و صلح و گذشت است و کمی تسامح. با ما و همراه ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد. در نبردهای خونین نیروهای دولتی با چریک‌های پژاک، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شد. برای نخستین بار رئیس جمهور اسلامی از بشار اسد خواست با مخالفان خود وارد گفتگو شود. جمهوری اسلامی از دولت ترکیه به خاطر موافقت با نصب رادارهای ناتو در شرق آن کشور انتقاد کرد. وزیر پیشین دادگستری در حکومت اسلامی در نامه‌ای به خامنه‌ای دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی دانست. احمد جنتی در نماز جمعه تهران توبه مصلحتی اصلاح طلبان را بیفایده خواند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران حاضر نیست تقاضاهای جدیدی را پیرامون برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. این خوب بودن، دینمند بودن ایرانیانه. بعد البته این دینمند بودن ایرانیان الان یا چند سال پیش به صورت اعتقاد به نیروهای خارجی، مثلا انگلیسی، امریکایی، اسرائیلی، بعد ما خودمونو در حقیقت خیلی کوچیک میکنیم، نقش خودمونو و نقش انگلیس و امریکا رو بالا میبریم و تئوری توطئه میشه عبادتگاه ما که زیادن با امام زمان پرستی و اینا توفیری نداره. یعنی همیشه یه نیروهای برتری که در ذهنیت ما. به تماشای اخبار تلویزیون ایرانیان IRTV نشستید. خانم آقایان با سلام، از شما دعوت میکنم به مجموعی مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ایران توجه فرمایید. هفته گذشته در دنباله درگیری‌های خونین نیروهای دولتی با چریک‌های گروه پژاک در غرب کشور، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شد. او سرتیپ پاسدار عباس علی جان‌نثاری بود که فرماندهی گروه توپخانه و پدافند هوایی در اصفهان را بر عهده داشت. در همین حال جمعه پریروز غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه آمریکا و غرب را حامی فعالیت‌های اخیر پژاک خواند. اژه‌ای مدعی گردید که جهان غرب قصد دارد با ایجاد هزاران شبکه ماهواره‌ای، رادیویی و وبسایت علیه جمهوری اسلامی و به ویژه نوجوانان ایرانی کار کند. تا کنون در نبردهای غرب کشور عده زیادی از دو طرف به خاک و خون افتادند.
حکومت تهران از رئیس جمهور سوریه خواست با مخالفان خود وارد گفتگو شود. محمود احمدی نژاد در مصاحبه که هفته گذشته یک تلویزیون پرتغالی با او در تهران انجام داد گفت سرکوب نظامی هرگز راه حل درستی نیست. به گفته ناظران امر، حکومت اسلامی در حالی از نزدیکترین متحد عرب خود چنین درخواستی به عمل آورده که نگران آغاز دوباره اعتراضات اصلاح طلبانه مردم در داخل ایران است. احمدی نژاد اظهار داشت دولت ها باید به حقوق مردم برای داشتن آزادی و عدالت احترام بگذارند. ماه گذشته نیز علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید به درخواست های مردم کشورش توجه کند، اما برخلاف قدرت های منطقه‌ای از سرکوب خشونت آمیز تظاهرات سوری ها انتقاد نکرد. حکومت ترکیه تنها چند روز بعد از آن که با نصب ایستگاه‌های رادار ناتو در خاک خود موافقت کرد با انتقاد ایران روبرو گردید. در این راستا رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با لحنی نسبتاً تندتر از گذشته گفت که نصب چنین سامانه‌ای در ترکیه هیچ کمکی به ثبات و امنیت منطقه و حتی امنیت کشور میزبان نخواهد کرد. مهمان پرست از ترکیه خواست در مورد نصب رادارها هوشیارانه تر عمل کند و گفت طرح موسوم به سپر موشکی که آمریکا قصد پیاده کردن آن در اروپا را دارد تداوم سیاست جنگ سرد است. اما غرب میگوید وجود این سامانه ها پاسخی است به نگرانی های موجود از برنامه های موشکی ایران. موشک های ایران می توانند شعاع بزرگی را در اطراف کشور هدف بگیرند. رادارهای ناتو که قرار است در شرق ترکیه نصب شوند قادرند موشکهایی را که احیانا از ایران به سمت اروپا شلیک شوند ردیابی کنند. پنجشنبه گذشته ایران در واکنش به هشدار اخیر پرزیدنت نیکولاس سارکوزی گفت که چنانچه روزی مورد حمله خارجی قرار گیرد هیچ تردیدی برای انجام اقدام متقابل به دل راه نخواهد داد. رئیس جمهور فرانسه چند روز قبل از آن گفته بود که بلند پروازی های نظامی، هسته‌ای و موشک ایران خطری است که ممکن است به انجام حملات پیشگیرانه علیه تأسیسات ایران منجر شود. جمهوری اسلامی واکنش رسمی خود نسبت به اظهارات سارکوزی را به صورت نامه‌ای که با امضای محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد خطاب به دبیر کل آن و نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت فرستاد نشان داد. در این نامه آمده است که اظهارات سارکوزی بی‌پایه و بحران‌زاست. سیستم دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی بوده و احکام صادره از سوی آنها نامشروع می‌باشند. آنچه شنیدید شاه بیت کلام احمد صدر حاجس جوادی در نامه سرگشاده است که هفته گذشته خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشت. حاجس جوادی که 94 سال سن دارد و از بنیانگذاران نهضت آزادی است به رهبر حکومت نوشت انقلابی که 32 سال پیش در ایران رخ داد سالهاست به پایان رسیده و وجود دادگاه‌های انقلاب دیگر هیچ مفهومی ندارد. او افزود این مقامات امنیتی هستند که علیه مردم پرونده سازی می کنند و به قاضی دستور می دهند برای آنان حکم زندان صادر کنند. امام جمعه موقت نماز دو روز پیش تهران توبه مصلحتی و فریبکارانه را بیفایده دانست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از چهره‌های تندروی محافظه‌کار حکومت اسلامی است ضمن اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات پارلمانی ایران گفت کسانی که نیت براندازی نظام را داشتند به مقابله با خدا پیامبر و ولی عصر رفتند و این کار گناه کوچکی نیست. به نظر می رسد که سخنان جنتی اشاره بوده به حضور احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات بعدی مجلس که تا چند ماه دیگر برگزار خواهد شد. جنتی افزود عده‌ای برای پیشبرد مقاصد خود در انتخابات برنامه ریزی کردند و آماده اند در جامعه ایجاد چالش کنند. اختلافات میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی بر سر مسائل هسته‌ای هفته گذشته ابعاد گسترده‌تری یافت.
در این راستا فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که تهران حاضر نیست تقاضاهای جدیدی را پیرامون برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. این سخن واکنشی بود نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد که تهران را به خاطر گردن ننهادن به قطعنامه‌های این نهاد برای به تعلیق درآوردن برنامه هسته‌ایش تقبیح کرد. غرب معتقد است این برنامه جنبه نظامی دارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر گفته بود که نصب تأسیسات جدید برای بارورسازی اورانیوم از یک سو و وجود راکتور آب سنگین در قم تحریک‌آمیز و غیر قابل پذیرش است. یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته ابراز عقیده نمود که برای وقوع انقلاب دیگری در ایران باید اندکی صرف کرد. او که لئون پانتا نام دارد و قبلا رئیس سازمان CIA بود، در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بهار عرب به ایران هم برسد گفت البته مطلقاً. پانتا اظهار داشت ما نشانه ای از این بهارا در انتخابات پیشین ایران شاهد بودیم. پانتا افزود آمریکا باید ضمن پشتیبانی از مردم ایران طوری رفتار کند که باعث واکنش متقابل رژیم تهران نشود و تلاش‌های مردم متزلزل نگردد. نخست وزیر پیشین بریتانیا مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه را عامل طولانی شدن درگیری در عراق و افغانستان دانست. تونی بلر که جمعه پریروز مورد مصاحبه روزنامه تامز لندن قرار گرفته بود گفت که تغییر رژیم در ایران خوشبینی به آینده منطقه را افزایش خواهد داد. بلر که در آستانه رویدادهای موسوم به 9/11 سخن می گفت اظهار داشت که دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای ثبات خاورمیانه را به شدت متزلزل خواهد کرد. او همچنین حکومت تهران را متهم نمود که به گروه‌های تروریستی کمک می کند. بلر فرستاده گروه صلح خاورمیانه است. وبسایت گوگل جمعه پیش از آن دست از مشتریان خود در ایران که ایمیل جیمیل دارند خواست که پسورد یا شماره رمز خود را تغییر دهند. اشاره می‌کنیم که هفته گذشته در یک سایبر اتاک یا اقدام تعرض‌آمیز که هکرها به یک شرکت خدمات کامپیوتری در هلند به عمل آوردند به پسورد هزاران تن از ایرانیانی که از پست الکترونیکی جیمیل استفاده می‌کردند دست یافتند. شرکت یاد شده کارش تضمین اصالت وبسایت هاست و بنابراین ارتباطات اینترنتی بسیاری از ایرانیان به مخاطره افتاد. سخنگوی گوگل اظهار داشت که اولویت اصلی ما محافظت از حریم خصوصی و امنیت کاربران خدمات ماست. یکی از وزیران کابینه گفت ما همواره دست دعایمان به آسمان بلند است تا بتوانیم از سن ناوگان هوایی خود بکنیم. علی نیکزاد در حالی از فرسوده شدن تدریجی هواپیمای مسافری ایران سخن گفت که همین چندی پیش یک هواپیمای ایرباس شرکت ماهان ایر در فرودگاه مشهد دچار حادثه شد که تلفات جانی نداشت اما چند تن از مسافران در آن زخمی شدند. نیکزاد افزود که علت حادثه اشتباه خلبان بود که از سرعتگیرهای نصب شده برای هواپیماهای جنگنده در این فرودگاه رد شد و این امر منجر به ترکیدن چرخ هواپیما گردید. وزیر نامبرده از مسافرانی که گفته بودند هواپیما در حال انفجار بود گله کرد. در اینجا از شما دعوت میکنیم به گزارش کوتاهی از جشنواره فیلم ونیز توجه فرمایید که در آن گلشیفته فراهانی هنرپیشه معروف ایرانی شرکت داشت. خانم فرانی شما در فیلم خانم ساتروپی نقش ایران رو بازی میکنید. این ایران شما چقدر ایرانه؟ این ایران خیلی ایرانه. این ایران فیلم در سالهای 30، 40 و 50 میزنه، درست زمانی که مصدق داشت سعی میکرد که نفت و برای ملی کردن صنعت نفت داشت تلاش میکرد و کودتا شد به علیه مصدق و این ایران یه جور همون ایرانیه که ما میتونستیم داشته باشیم، مثل هندی که گاندی برای هند درست کرد میتونست مصدق این ایران رو برای ما درست بکنه، ولی این ایران از دستمون رفت به خاطر کودتایی که شد علیه مصدق. این ایرانی هم که توی فیلم من نقشش رو بازی میکنم و این ایران هم از دست میره یه جور سمبل همون ایرانه. We'll be right back.
درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیا. در هفته گذشته اجلاس خبرگان تشکیل شد و البته هیچ کس انتظار معجزه‌ای از این امامزاده قلابی ندارد. مشتی پیرمرد دور هم می نشینند و اختلاط می کنند و جوانترهایشان نیز از نوع آقای فلاحیان و صادق لاریجانی و احمد خاتمی. آقای خامنه ای البته از خبرگان راضی است. نوکران او که دین و شرافت خود را به دراهم معدود فروختند هر 6 ماه یک بار دور هم جمع می شوند و چرت می زنند. تصاویری که از خبرگان به دست ما رسیده نشان می دهد نیمی خوابند و نیمی در حال چرت و رئیس 90 و اندی سالشون آقای مهدوی کنی آخر عمری واقعا برای خود دعای خیر خرید. ملعبه بازیچه ای شد که آغاز و پایانش برای همه کس معلوم است. آقای تونی بلر پیشگویی نمی کند که سرنگونی نظام را وعده می دهد. همینطور وزیر دفاع آمریکا. مردم ایران دیرگاهی است که فصل پایانی نظام را آغاز کردند. نظامی که رئیسش سیدعلی خامنه‌ای پایین خیابانی خطاب به خبرگانش، خطاب به دانشجویانش و خطاب به مردمش میگوید به تاریخ گذشته ایران کاری نداشته باشید، جای افتخار ندارد. هرچه هست بعد از اسلام است، چون تحفه هایی مثل او را به جان مردم انداخته است. ایرانی که دانشگاه جندی شاپورش هزاران دانشجو از سر تا سر جهان را در خود پذیرا بود، ایرانی که مرکز موسیقی و فرهنگ و هنر بود، ایرانی که 2500 سال کوروشش منشور حقوق بشر را می نوشت، البته جای افتخار ندارد. ایرانی جای افتخار دارد که سیدعلی خامنه‌ای در آن رهبر باشد. ایرانی هم به دوران پیش از اسلام می بالد، هم به دوران پس از اسلام. در نگاه ایرانی همانقدر نامه تن سر اعتبار دارد که کلیات سعدی. و طبیعی است ایرانی میبالد که در سرتاسر امپراتوری ایران در عصر هخامنشیان، در عصر اشکانیان، در عصر ساسانیان انسانهایی بودند که برجسته ترین انسانهای عصر خود به شمار میرفتند. اگر طبیب بودند بر آلام صدها تن مرهم میگذاشتند. اگر حکیم بودند راه درست و خردمندی را به مردم نشان میدادند. و اگر سپاهی و جنگجو بودن وقتی سرزمینی را فتح می کردن دست به کشتار نمی زدن. نمونه های بسیاری داریم که همان پادشاهی که در برابر پادشاه ایران قد علم کرده بود بعد از شکست دوباره بر تخت خود می نشیند. این اخلاق و سنت های ایرانی بوده است. انتقام گرفتن البته برمیگردد به دوران بعد از اسلام. شمشیر سر بریدن در یک روز آنقدر کشتن که از خون آسیا بگردد و فرمانده خونخوار عرب بتواند از آسیا نان بخورد. سیدعلی خامنه‌ای دشمن ملت ایران است. ذره خون ایرانی در وجودش جای ندارد و طبیعی است که این دشمنی امتدادش به مجلس خبرگان او نیز میکشد. اینها هرگز به ایران دل نبسته بوده. آقای خمینی مگر ایران را دوست داشت؟ یادمون نرفته است که خمینی نسبت به ایران با چه کین و عنادی صحبت میگفت، سخن میگفت. تمام گذشته ایران طاغوتی بود. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان طاغوتی بود و او از همان روز نخست شمشیر بست که ایرانی را از گذشته خود جدا کند، ملتی تازه بسازد. ملت که چه عرض کنم، امتی تازه بسازد. اما بهار عربی که از ایران آغاز شد، در واقع بهار ایرانی بود که 2 سال بعد به سرزمین های
عربی رفت به جایگاه اصلی خود، به خاستگاه خود باز می‌گردد. تردید نکنید. سه چهار ماهه آینده سه چهار ماهه مهمی در تاریخ ملت ایران است. بشار اسد سرنگون خواهد شد، چنانکه قذافی شد. و مطمئن باشید، باز هم میگویم، بعد از سوریه نوبت ایران است. خواهیم دید که بساط ظلم ولایت فقیهی چگونه فرو خواهد ریخت. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می‌سپارم. در آینه یلو پیج ملی به خود و پیشه خود مفهوم ملی بدهید. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. 50 50 100، اریا کد 818. چند خبر محلی توجه فرمایید. بیماری آرتروز و روش‌های نوین درمانی آن موضوعی است که کانون سخن برنامه این هفته خود را به آن اختصاص داده است. این برنامه دوشنبه فردا از ساعت 7 بعد از ظهر در محل همیشگی برگزار می‌گردد و دکتر نورالله پرهامی استاد دانشگاه USC سخنران آن خواهد بود. کالورادو سنتر در سانتا مونیکا محل برگزاری برنامه‌های کانون است. کلوب روتاری رنچو پارک هر چهارشنبه برنامه نهار و سخنرانی دارد. میهمان برنامه بعدی که در ساعت 12 نیمروز 14 سپتامبر ترتیب خواهد یافت، پروفسور بیژن سعادت است که زیر عنوان سهم ایران در تمدن جهان سخن خواهد گفت. زمان آغاز برنامه 12 نیمروز و مکان آن المپیک کالکشن است. چهارشنبه آینده 14 سپتامبر پایا دفتر هماهنگی امور اجتماعی ایرانیان آمریکایی دومین وبینار یا سمینار اینترنتی خود را از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز می‌کند. در این وبینار نکات مهم پیرامون عقص پذیرش از دانشگاه‌ها صحبت خواهد شد و به سوالات دانشجویان و اولیای آنان توسط مشاوران خبره تحصیلی پاسخ داده خواهد شد. برای ثبت نام رایگان و اطلاعات بیشتر به وبسایت paya.org مراجعه نمایید. نیپاک یا انجمن متخصصان ایرانی اورنج کاونتی در روزهای شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 15 جشنواره سالانه مهرگان را برگزار خواهد کرد. محل برگزاری جشنواره لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین است. برگزار کنندگان این جشن ملی از همه بازرگانان و صاحبان کالا و خدمات، هنرمندان و کسانی که داوطلب ارائه خدمات خود به این جشنواره هستند دعوت می‌کنند با نیپاک تماس بگیرند. سایت این انجمن nipak.org و تلفن 949-851-3993 است. گروه بهیاد که متشکل از پزشکان ایرانی بیولی هیلز است، چهارشنبه همین هفته 14 سپتامبر برنامه گردهمایی ماهانه خود را از ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز خواهد کرد. این گردهمایی در هتل هایت ریجنسی سنتری پلازا ترتیب می‌یابد. علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با دکتر میرحمدی یا شماره 310-202-1133 تماس بگیرند. بعد از ظهر امروز از ساعت 4 تا 6 دکتر رضا کریمی در بنیاد ایمان زیر عنوان تاریخ ایران به روایت شاهنامه فردوسی سخن خواهد گفت. آنگاه در روز چهارشنبه 14 سپتامبر از 7 تا 9 شب جلسه هفتگی گروه جوانان و فارغ التحصیلان جوان ایمان با حضور دکتر سعید رازی تشکیل می‌گردد. ضمناً ایمان اعلام کرده که سالن‌های خود با گنجایش 250 و 350 نفر را برای برگزاری سخنرانی، همایش، جشن و مراسم یادبود در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد. به دو خبر هنری توجه فرمایید.
شامگاه پنجشنبه همین هفته 5 سپتامبر ویلشر ایبل تیاتر شاهد برگزاری مراسمی برای بزرگداشت جهانبخش پازوکی و خدمات 50 سالش به موسیقی ایران خواهد بود. در این مراسم گروهی از هنرمندان از جمله امید، بهرام فروهر، پویا، همیرا، ستار، شهلا، سرشار، عقیلی، مارتیک و مرتضا شرکت دارند و با ارکستر کاظم عالمی آواز می‌خوانند. صحنه‌گردان مراسم بزرگداشت پازوکی مولود زهتاب است. زمان آغاز برنامه 7:30 بعد از ظهر می‌باشد. نمایشنامه مرگ یک کمدی جدی شامگاه امروز 9/11 یک بار دیگر در مدرسه یونیورسیتی های اسکول به روی صحنه می‌رود. این نمایشنامه را فریبرز داوودیان کارگردانی کرده و نشانی محل اجرای آن شماره 11800 خیابان تگزاس در وست لس آنجلس است. در های سالن در ساعت 7 بعد از ظهر گشوده می شود و اجرای نمایشنامه در ساعت 7:30 آغاز می گردد. علامتان می توانند جهت آگاهی بیشتر با وبسایت www.deadcomedy.com و تلفن کد 310-227-52-94 تماس بگیرند. بلیط های تئاتر در میوزیک باکس در وست وود، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت به فروش می رسند. در اینجا اخبار این هفته به پایان رسید. جهت اطلاعات می توانید با مرکز اطلاعات 5500 پیش شماره 818 تماس بگیرید یا به وبسایت irtv.com مراجعه نمایید. به بخش بعدی برنامه امروز توجه فرمایید. شما که در این فضای بسیار زیبا زندگی میکنید و سال هاست که به عنوان نویسنده در آمریکا در ارتباط با ایران و مخصوصا فضای ایران در رسانه‌های مختلف مینویسید، خواستم بدونم که نظر شما در ارتباط با این فعالیت 100 سال ملت ایران برای به دست آوردن آزادی چیست؟ چگونه است که هنوز پس از این 100 سال ملت ایران به نتیجه نرسیده و یه چنین حکومتی بر ایران حاکم شده؟ البته شما از خطه آذربایجان هستید و اونجا در صدر مشروطیت و بعدها هم همچه نقش مهم بازی کرده سراب اگر اشتباه نکنم درسته؟ نه. خب دیدگاه شما نسبت به اینکه ملت ایران نتونستی موفق بشه چه هست؟ ما یک مشکل اساسی داریم آقای جمهادی. ما یک مشکل اساسی یا اسطوره‌ای داریم. در حقیقت اون مشکل سد راه ماست تا به یک دوران حالا آزادی یا دموکراسی یا مردم سالاری برسیم. فکر نو از اونجای دنیا میاد که فکر کهنه میمیره و فکر کهنه رو باید انسانهای نو یا نو اندیش بیارن بسرد تا اون فکر کهنه کم کم بره بیرون و آزادی، دموکراسی یا مدرنیته یا هر چیزی که ما امروز دنیای آزاد رو با اون متراژ ها میسنجیم اینو برای حقیقت بیاد رو و جامعه دیگرگون بشه. بعد شما مثال مشروطیت رو زدیم. فکر نو طی این 100 سال بارها ملت اقدام کرده. بله اقدام کرده، ولی چیزی که نمیذاره اون اقدام های ما، اون تلاش های ما و پدران ما، نیاکان ما به ثمر برسه اونجا اون گیر قضیه یا اون مشکل اسطوره‌ای که داریم به نظر من و شاید به نظر جگاهی کنم از شادروان فریدون هویدا چون نظر رو ایشون مطرح کرد و اون اسطوره پدرکشی بود در مقابل اسطوره پسرکشی. ما در مغرب زمین که مهد یا گهواره تمدن یا مدرنیته و حتی آزادی
فکر نو، اندیشه نو، اختراعات نو، همه چیز هست. اونجا عوده قدیب دارن که پسر البته به صورت سمبولیک پدر را میکشه و اون پسر یا تفکر پسره که پیروز میشه. ولی در اسطوره های ما که مهمترینش رستم و سهرابه، آره رستم میاد پسرشو میکشه و از اون در حقیقت زمان ما دچار یک خمودگی فکری ناخودآگاه شدیم که در ذهنیتمون همیشه وجود داره و داشته و خواهد داشت و امیدوارم به زودی با دلایلی که میگم از بین بره اون تفکر ذهنی یا تو ذهنیت ما گونه کرده. بنابراین چیزی که شما اشاره کردید که مربوط به حبیران داستان اسطوره‌ای هزار سال قبل فردوسی است. آره حالا من میگم چون اینجا در حقیقت میخوام پیوند بزنم اون فکر رو. آره این فکری که پدران ما در حقیقت اون صد سال اخیر و 110 سال هم شده اومدن با فکر نو در افتادن، در مقابل این افکار نو و جدید همیشه افکار کهنه و ارتجاعی و قدیمی مقاومت میکنن و نمیذارن این تلاش های ما و پدران ما به ثمر برسه. در حقیقت گیر قضیه اونجاست. ما دچار پیر سالاری، پیر مرد سالاری، نمیدونم تمام ادبیات ما پر است از پیر. پیر ما گفت ریشسفید، خمینی یک پدر بود، پدر شاهی، شاه پدر ملته. نمیدونم هر کسی که میبینه رهبر باید یه حالت پدرانه داشته باشه تا به عنوان رهبر قابل قبول بشه. و من اتفاقا به یه نفر میگفتم این رفسنجانی هرگز نمیتونه به عنوان مثلا ولی فقیه یا رهبر انقلاب جای خامنه‌ای بشینه. گفتن چرا؟ گفتن ولی ریش نداره. باید رهبر ریش داشته باشه، ریشش هم سفید باشه، حتی هر چه سفیدتر بهتر. بعدش اون حالت پدرانگی و پدر بودن رو باید حفظ کنه. بعد مثلا شما اروپا بودیم میدونم و در شورش‌های اروپایی در 1968 در فرانسه در حقیقت آغاز شد و در تمام دنیا تنین انداخت اون شورش‌ها و اینا. اینا در حقیقت جوان‌هایی بودن علیه پدرانشون قیام کرده بودن، می‌خواستن سیستم آموزشی، پرورشی، سیستم فکری، سیستم شهرداری، نه شهرداری بلدیگه رو نمیگم، کلاً میگم اون سیستم ها رو از بین ببرن. بعد نظمی نو در بیعت کنند و مسافست. و در حقیقت در غرب ما میبینیم که هر چند سال یک باری این جوان ها شورش میکنن و علیه اون نظام های پوسیده و در حقیقت این فکر نو به جلو میره. و در کشور ما متاسفانه هر وقت این فکر نو اومده و میخواد جلو بره و میخواد کشور رو و جامعه رو رو به جلو ببره که در قرن بیستم، همه 110 سال پیش این فکر نو با آزادی و دموکراسی و عدالت خانه و بعد محدود کردن قدرت پادشاه و همه چیز همراه بود، بخصوص انتخابات و بعد مجلس و اینا. این افکار قدیمی یا به صورت مذهب، دین یا به صورت آدم های واقعشگر ها میان و نمیذارند، مانع میشن، سد راه این افکار جدید میشن. بنابراین ما اونطوری که باید نمیتونیم به اون میوه آزادی دستیابی داشته باشیم. ولی آقای نگاهی اگر خاطرتون باشه بسیار وسیعی از جوانان ما در دوران انقلاب فعال بودن، اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ و اتفاقا همیشه جوانا شروع کننده و آغازگر حرکت هایی هستند و بودند و خواهند بود. پس بعدا محسن سالان اون رو میان مثلا یه رو از شکن اون شبهای شعر گوته
شکم شریکای فدایی خیر. حالا من نمیگم خوب بودن یا بد بودن، اون دانشجوهایی که الان عکساشو میبینیم، دختر و پسر دست در دست هم بعد آزادی آزادی میکنن، یهو یه جمهوری اسلامی هم میاد بغلش، یهو میشه استقلال آزادی نمیدونم، بعد یه جمهوری اسلامی هم بعد هم رهبرش پیرمردی زیر درخت سیب، بعد اون یکی رهبرهاش مثل آقای بازرگان و اینا یهو از ناظر میشن، آقای یدولا صحابی همه بالای 70 سال، بعدش یهو عوض میشه اون جوان ها و شور و شوق و سرودخانی و شعرخانی و بعد عوض میشه، بعد یهو دست همه باز گیرا میفته گیران قوم. خاطر همین هم است ما میگیم ریش سفید سالاری بریم ریش سفیده حل کنیم، مسائلمون رو همیشه به جای اینکه بریم وکیل بگیریم، به جای اینکه بریم دادگاه مطرح کنیم، همیشه ما ریش سفید محله رو صدا میکنیم، فامیل رو صدا میکنیم تا اینکه میاد. حالا یه نکته اساسی خیلی مهم هم اینجا باید بگم و اون دینخویی ایرانیانه، ایرانیان نه تنها از اسلام به بعد بلکه از زمان شاید زرتشتیگری خود همیشه با دین عجین بودن و از زاویه دینی مسائل رو نگاه کردن و این خودش باز عامل بسیار بازدارنده شده این دین خویی همین 100 سال گذشته هم بله 100%. حالا مثلا میگم در شاهنامه مهمترین بخش تاریخی شاهنامه که رستم فرخزاد که میگن البته پور هرمز رسته و رئیس قوای ایران بود اون موقع و در جنگ قادسیه اطراف نهاوند باید با سعد دعوا میکرد میجنگید و بعد یزدگرد سوم ایشون رو به عنوان فرماندهی برگزیده بود، ناگهان با اختربینان و ستاره شناسان و اینا که میشینه و مشورت میکنه به جایی که به سام ببینه نیروی قوا رو به سنجه و چگونگی حمله یا دفاع رو، دست به دامن اخترشناسا و اینا میشه و یهو به این کشف عجیب نایل میشه که ایرانی ها 100% شکست خواهند خورد. چرا؟ برای اینکه ستاره ها و افلاک طوری قرار گرفتن تا شکست ایرانیان حتمی خواهد بود و این در نامه‌ای که فردوسی به زیبایی بسیار و بسیار ترسیم کرده و سروده، نامه‌ای که رستم می نویسه به سعد و توسط فیروزان می فرسته به سعد، اونجا تمام اینا رو شعر میده، میگه ما از شما خیلی بهترین بزرگترین تمدن بهتری داریم، نمیدونم قوای بیشتری داریم، سلاح‌های رزمندهی داریم، ولی مدرسانه این افلاک و اینا شکست ما رو حتمی مزجل کردن که مسجل کردن که ما شکست بکنیم، بنابراین شکست خواهیم خورد و به برادرش هم یه نامه می نویسه که هرچی داری و بفروش و بعد هرچی هم نداری به تو دبیر کن برو سوی آزر آبادگان. بعد خلاصه اینجا هم اگر فردوسی رو خوب واقعا بخونیم اونجا هم ریشه ها رو به این دینخویی را می بینیم یا دینمندی، من فکر خودم اینو دینمند بودن مثل ثروتمند بودن دینمندی را میبینیم که میاد یهو در مشروطیت در کسرت نوری شیخ فضل‌الله نوری در مشروع خواهان در مقابل در برابر مشروط خواهان قد علم میکنه و نمیذاره در حقیقت این فکر نو پیروز بشه. بعد دوباره میاییم یهو رضا شاه به عنوان پدر ملت نقش نسبت از سازنده ایفا میکنه تا میاد و اون هم به خاطر خوب میبینیم که مسائل جهانی و بین‌المللی و جنگ جهانی دوم و اینا میره کنار، پسرش میاد، پسرش با موقعی که پدر نبود خوب بود ولی موقعی که پدر ملت شد اونم کم کم به عنوان یک پدر در حقیقت تنهایی و تکی تک نفره کشور رو میخواد اداره کنه که یک
بمب من اپریشن مدیریت یک نفره هم میبینیم که در هیچ جای دنیا موفق نمیشه و میاد در انقلابی که با جوان ها شروع میکنن و اینا این متمایل به مذهب میشه دوزیده میشه انقلاب به دست باز نیروهای تیر و ریش سالار به اسلامی میفته تا میاد این روزا. ولی من اینجا یه پرانتز مهمی باز میکنم من یه پرانتز قبلا اگر ما خوب فهمیدی باشم پس این شکست هایی که ما تنی صد سال گذشته بهش اشاره میکنیم ریشه در فرهنگ هزار ساله ما داره شاید چند هزار ساله بله که دین خوب بودن دین من بودن ایرانیانه بله البته دین من بودن ایرانیان الان یا چند سال پیش به صورت اعتقاد به نیروهای خارجی مثلا انگلیسی امریکایی اسرائیلی بعد یعنی ما خودمونو در حقیقت خیلی کوچیک میکنیم نقش خودمونو بعد نقش انگلیس و امریکا رو بالا میبریم و تئوری توطئه میشه عبادتگاه ما که زیادن با امام زمان پرستی و اینا توفیری نداره یعنی همیشه یه نیروهای برتری که در ذهنیت ما وجود دارند اونا رو ما میاییم بزرگ میکنیم و تمام مسئولیت ها و کارهایی که باید بکنیم یا نکنیم به اونا میذاریم حالا جان چمکران و اینا که آقای احمدی نژاد استاد این امام زمان پرستی و اینا شده یا اینکه مردم ما هم رشت میکنن که تا انگلیس ها نخوان و تا فران نخواد و نمیشه اینا ولی میاییم یه بود به دنبالی این برنامه در هفته آینده توجه فرمایید یلو پیج ملی 2012 با اطلاعات جدید سال 2012 در سال 2012 منتشر می‌گردد. جهت چاپ پایه‌ای خود از همکنون اقدام نمایید. تلفن مرکز اطلاعات 50 50 100 اریا کد 818